درود بر شما همراهان همیشگی. پژوهشکده تاریخ خاورمیانه در ایالت واشنگتن آمریکا در گزارشی در مورد شرایط ایران یک سال پس از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می نویسد که افتادن در بیراهه خواهد بود اگر فکر کنیم که علی خامنه ای رئیسی را برای حل مشکل تورم، از میان برداشتن فقر مطلق یا ایجاد عدالت اجتماعی، ساخت مسکن برای محرومان یا احیای دریاچه ارومیه و یا احیای زاینده رود بر مسند ریاست نشانده است، بلکه بزرگترین کار کرده ابراهیم رئیسی برای خامنه ای حفظ استبداد دینی و افزودن به دایره اعدام و سرکوب است. این گزارش می نویسد که این ضعیفترین دولت در ایران بعد از جنگ و شاید حتی در طول تاریخ باشد، دولتی که رئیس آن در شغل حرفه‌ای خود به عنوان یک جلاد و بدنامترین عضو هیئت مرگ از کارنامه ای سیاه در نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر برخوردار است. در یک سال ریاست او از 12 مرداد 1400 تا 11 مرداد 1401 حذف فیزیکی دست کم 521 زندانی ثبت شده است که 21 تن از آنها زن و 6 تن از آنها هنگام ارتکاب جرم کودک بودند. ابراهیم رئیسی با شعار دولت مردمی و ایران قوی دولت 13 را تشکیل داد، اما در یک سالگی دولتش نه نشانی از مردمی بودن در آن دیده می شود و نه قوی بودن ایران. نگاهی به عمل کرده دولت 13 نشان می دهد که دولت 13 به همان نحسی عدد 13 برای ایرانیان بوده است و مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی تداوم ساختار معیوب و ناکارآمدی است که از 4 دهه پیش تا کنون مردم را از داشتن کشوری توسعه یافته محروم کرده است و زندگی آنها را با فلاکت پیوند زده است. این گزارش به نقل از کیهان لندن می نویسد که برخی تحلیلگران معتقدند که با ابراهیم رئیسی رژیم جمهوری اسلامی یک دست و مسیر برای پیش برد اهداف علی خامنه ای فراهم شده است، اما در تمام حوزه ها رئیسی ادامه دولت های پیشین است. برای نمونه، اگرچه نزدیک تر شدن جمهوری اسلامی به روسیه در دولت رئیسی از سوی اصلاح طلبان بزرگ می شود، اما نگاه به شرق سیاست استراتژیک علی خامنه ای بوده است و دولت حسن روحانی نیز مانند دولت کنونی مجری آن بوده است. قراردادهای ایران فروشی با روسیه و چین همگی در دولت روحانی و با وزارت خارجه محمد جواد ظریف و مشارکت فعال اصلاح طلبان بسته شده است و رئیسی نیز تنها به آنها افزوده است. ثبات ارزش ریال در برابر دلار از وعده های دیگر ابراهیم رئیسی بود، اما طی یک سال گذشته بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مراکز حکومتی متوسط رشد نقدینگی 40% بوده است. رشد نقدینگی در حالی مهمترین عامل افزایش تورم است که حالا از اصطلاح انفجاری برای آن استفاده می شود. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به تیر ماه است که 50% و تورم نقطه‌ای مواد غذایی 86% اعلام شده است. به این معنا که میانگین قیمت مواد غذایی در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه گذشته 86% افزایش داشته است. جزئیات آمار تورمی نشان می‌دهد که مواد غذایی ضروری و پرمصرف هم در صدر گرانی‌ها بوده است که به فقر مطلق دامن زده است. این همه در حالی است که ابلاغیه‌های یک شبه، سیاست‌های دستوری، واکنش‌های عوام فریبانه و عدم انسجام و هماهنگی در بخش‌های مختلف تیم اقتصادی دولت، همان مدیریت جهادی معروف در جمهوری اسلامی است. ابراهیم رئیسی شعار مبارزه با فساد را نیز می داد و مدعی آن بود که با رانت مبارزه می کند. اما تنها چند هفته کافی بود که رانت خاری و فساد این دولت هم رسوایی به بار بیاورد. تقسیم مناسب کلان بین فامیل و خانواده مافیایی با قاضی مرگ نیز ادامه یافت، در حالی که پیشتر گزارش هایی درباره فساد و رانتخاری امثال محمد مخبر دسفولی، معاون اول رئیسی و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان منتشر شده بود. همزمان
تشدید مشکلات اقتصادی در ایران سبب زنان شدن فقر شده است و اشتغال زنان با مشکلاتی بیش از گذشته روبرو شده است. زنان در صدر فهرست اخراج، اشتغال بدون بیمه و دستمزد ناچیز قرار دارند. تبعیض در محیط کار در حالی مشارکت اقتصادی زنان را طی یک سال گذشته کاهش داده که در آن سو اصرار به فرزندآوری و افزایش جمعیت سبب شده کارفرمایان زیادی از استخدام زنان جوان به احتمال بارداری و حق استفاده از 9 ماه مرخصی زایمان خودداری کنند. مردم اما راه خود را می روند و زمامداران نظام بهتر از هر کسی می دانند که برای مردم نه دولت اصلاح طلب حسن روحانی و نه دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی فرقی ندارد. آنها جمهوری اسلامی را نمی خواهند. اما این پژوهشکده در پایان گزارشش یک پیشبینی نگران کننده هم برای ایران و مردم ایران می کند و می گوید که ایران کنونی اگر با شیبی که اکنون می بینیم به سمت انحطاط اقتصادی، تورم، رکود و بحران اجتماعی برود، کمتر از 2 سال طول خواهد کشید که ارزش 1 دلار ایالات متحده آمریکا با 1 میلیون ریال ایرانی برابری کند. اتفاقی که می تواند بنیانهای هر اقتصادی را در جهان بخوش کند. اتفاقی که اگر مردم ایران زودتر به فکر جلوگیری از آن نباشند، شاید دیگر هیچگاه دیگر نتوانند از پیامدهای آن رهایی یابند، حتی اگر موفق شوند که از چنگال رژیم جمهوری اسلامی و سران فاسد آن رهایی یابند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.